خوش اومدید به آیتم عکس و مکس. من بهناز قدسی که از استدیو پارسا میزبان شما عزیزان و همراهان مردم خبر هستم. نگاهی میندازیم به چهار گوشه جهان و ببینیم در جهان و ایران چه خبر هست، البته از لنز عکاسان خبری. برای اولین عکس خبری در کمتر از یک هفته ای که مانده به آغاز ماه محرم، سری بزنیم به کربلا و سری بزنیم به کارگاه آماده سازی پرچم حرم امام حسین علیه السلام و از همینجا همراه با شما سلامی بکنیم به خاک کربلا. عکس هایی براتون رو بردم از آماده سازی پرچم گنبد امام حسین علیه السلام که در حال آماده سازی هستش و دلمون رو ببریم به این شهر مقدس. بله، این هم آماده سازی پرچم گنبد امام حسین علیه السلام. بریم سراغ عکس های خبریمون. بریم نشست G7 و عکس یادگاری که سران در پایان این نشست انداختن و بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس که بار دیگه سوژه عکاسان خبری شده و سوژه فضای مجازی با این عکسی که انداخته رفته در آخر صف ایستاده. همونطور که میدونید در این نشست ها اصولا دولت مردانی که اندیشه هاشون نزدیک به هم هستش در کنار همدیگه قرار میگیرن و این کار بوریس جانسون یک مقداری عجیب و غریب بوده، برای همین سوژه عکاسان خبری شده. بریم سراغ عکس بعدیمون. بیایم داخل کشورمون و خبرهایی از داخل براتون آوردم. اولین عکس خبری مربوط میشه به نمایشگاه فرش دستبافت که در حال حاضر در حال برپایی هستش در نمایشگاه بین‌المللی تهران. از دیروز آغاز به کار کرده تا نهم برپا هستش و شرکت هایی که حدود 700 شرکت داخلی که دستبافته های خلاصه هنرمندان ایرانی رو به نمایش گذاشتن، البته که برای فروش هست ولی هم برای دیدن و چشم نواختن هست این دستبافته های زیبا، هم برای خرید، خلاصه هم فال و هم تماشا. اگه حتی نمیتونیم بخریم بریم برای تماشا که یک دلگرمی هم برای خلاصه تولید کنندگان داخلیمون باشه. خب بریم سراغ عکس بعدیمون براتون از یکی دیگه از اردوهای جهادی که در حال برگزاری هست عکس هایی رو آوردم. این بار از دانشجویان دانشگاه تهران و دانشجویان دانشگاه خراسان که به خراسان شمالی رفتن در مناطق محروم و در حال خدمت رسانی هستن در شاخه های مختلف. در عکس هایی که میبینید در شاخه های پزشکی، عمرانی، فرهنگی، دانشجویان و نخبه های جوان کشورمون به جای اینکه بشینن توی جاشون و قور بزنن مامان نهار چی داریم، بابا پول تو جیبیم دیر شد، رایگان و خیرانه به این اردوها رفتند و خلاصه در حال کمک رسانی به هموطنانشون در مناطق محروم هستند. این عکس ها رو آوردم برای اون جوانایی که انگیزه برای هیچ کاری ندارند. بله، این هم جوانان نخبه کشورمون در حالی که سربند کارگری بستن و دارن خلاصه بیل میزنند. خب از خراسان شمالی و مناطق محروم اون بریم سراغ خبر بعدیمون. یک محموله بزرگ 148 میلیارد تومان تخمین زده شده. این محموله قاچاق هستش، حاوی بلور و پارچه بوده. منسوجاتی که دیروز سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت از این محموله که کشف شده دیدن کردن، داشتم فکر میکردم که این همه محموله با این حجم خلاصه چه تعداد تولید کننده داخلی رو به ورشکستگی رسونده. خب بریم بین این عکس های خبری سراغ اونهایی که قانون شکن هستن. عکس هایی براتون گذاشتم از پایتخت و موتور سوارانی که هر روزه در تهران از خط ویژه خلاف میرن، کلاه ایمنی نمیذارن و باعث تصادفات بیشماری میشن. یک آماری رو دادن که بین سال 85 تا 95 در کشور 55,000 موتور سوار متاسفانه جان خودشون رو در حوادث رانندگی از دست دادن و نشون میده که این قانون شکنی در شهرهای بزرگ و کلان شهرهایی مثل تهران که یکی از وسایل حمل و نقلش موتورسیکلت هست چه خطراتی رو میتونه در پی داشته باشه. این هم برای اون عده از کسانی که سوار موتور میشن ولی دوست ندارن قانون موتور سواری رو رعایت کنند. خب من سکوت میکنم، فقط یه توضیح بدم اینجا کجاست و سکوت و دیگر هیچ. اینجا مسجد زیبای نصیرالملک در شیراز هست و سکوت کنیم و یک کم چشمامون نوازش ببینه از این عکس های زیبا. تقدیم نگاه همه شما عزیزان.
نمیشه حرف نزد. وقتی میگیم شاهکار یعنی چی؟ یعنی معماری ایرانی اسلامی به این زیبایی. خب حال ما که خوب شد، انشاءالله حال شما هم تصاویر این چنین خوب شده باشه. بریم سراغ عکس های فضای مجازیمون. موتور ببخشید، انقدر که حرف از موتور زدم موتور یادم اومده بود. تاکسی نارنجی رو میبینید، یک عکس نوستالژی. دهه 90 یا 80 این دیگه پایتخت نشینا به خصوص این عکس ها یادشون نمیاد. این تصاویر متعلق به سال 1349 هستش. این تاکسی نارنجی زمانی که برای خودش شاخه بوده. خب بریم سراغ یک دستاورد جدید که تازه داره در انگلستان استفاده میشه و اونم استفاده از قوطی‌های پلاستیکی در آسفالت هستش. به تازگی دانشمندان این کشور دارن استفاده میکنن از قوطی‌های پلاستیکی، بطری‌های پلاستیکی برای ساخت آسفالت، برای اینکه ورود پلاستیک رو به محیط زیست کمتر کنند و خلاصه به این نتیجه رسیدن که حداقل اون رو بریزن توی آسفالت و از فناوری اون در ساخت آسفالت استفاده کنن. این هم از نوآوری روز که تقدیم نگاه شما کردم. خب یک ایرانی فقط از وانت استفاده میکنه زمانی که بخواد یک وانت رو حمل کنه. باز هم یک کار خطرناک از یک هموطن که وانت رو داره با وانت حمل میکنه. و ما آخرین عکسمون که مکسی روش میکنیم تلنگری هست برای همه آنها و همه کسانی که دل مهربانی دارن و اینکه حواسمون باشه به بچه های کار، به بچه های کم بزاعت. حسرت رو شما در نگاه کودک کار میبینید که اون کودکی که به هر حال وسیله خاص دستشه داره باش بازی میکنه چطور نگاه میکنه. نمیتونیم فقط بگیم دولت مسئوله، همه ما میتونیم در نشر مهربانی سهیم باشیم به شرط اینکه دیگر بچه ها رو هم مثل بچه خودمون بدونیم. به پایان عکس و مکس امروز روز چهارم شهریور که روز کارمند هم بود رسیدیم. این روز رو به همه کارمندان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و ممنون که با ما آنلاین هستین. بدرود.